سلام مجدد، ادامه میدیم. دیالوگ ب، یونیت 6. شلو مدسان، وقتی که میگید شلو مدسان یعنی وقتی که دکتر هستید، میخواید بگید من پیش دکتر هستم یا من دکترم. میگید توی درس گذشته که خونده بودیم شه، وقتی که پیش کسی هستید از شه استفاده میکنید. شلو مدسان یعنی پیش دکتر. این مکالمه بین لومدسان دکتر و لومالد بیمار انجام میشه. بونجور مسیو، بونجور دکتر. اسیه وو، بنشینید. اسیه وو. الار، میگه خوب. بعد بیمار میگه je ne me sens pas bien. j'ai mal à la gorge. j'ai mal à la tête. et j'ai de la fièvre. Je ne me sens pas bien. حالم خوب نیست. J'ai mal à la gorge. من گلو درد دارم. J'ai mal à la tête. سر درد دارم. Et j'ai de la fièvre. و تب دارم. Ouvrez la bouche. Faites A. دهنتون رو باز کنید. فت آ یعنی بگید آ، انجام بدید آ. لمالد آ آ. بیان سنه پا گراو سه لگریپ. بیان خوب. سنه پا گراو، اینجا سنه پا گراو کلن اصطلاحی به معنی اشکالی نداره، ولی اینجا به معنی چیز مهمی نیست. سه لگریپ سرماخوردگیه. رست شوو، خونه خودتون بمونید. والا، من اینو بیارم براتون پایین تر. والا پرنه دو کمپریمه اوان لرپا. والا بفرمایید. Prenez deux comprimés. Comprimé دارو، داروهایی که مسکن هست، مسکن ها رو بهش میگن comprimé. میگه prenez deux comprimés avant، قبل از repas، قبل از غذا. دو تا از این مسکن ها رو بردارید. Combien de comprimés docteur؟ چند تا مسکن دکتر؟ vous en prenez deux à midi et deux le soir. دو تا ظهر و دو تا شب برمی‌دارید. merci docteur. vous en prenez deux à midi. ببینید اینجا توی این مکالمه چی رو می‌خواست باهاتون کار کنه؟ pronom en، ضمیر آن، وقتی که ضمیر آن جایگزین اسم میشه. Combien de comprimés؟ دو کمپریمه حذف شده و به جاش اینجا آن آمده. Vous en prenez deux. دو تا برمی‌دارید. بریم شماره 4. اینجا écoutez le dialogue et choisissez les bonnes réponses. گوش کنید به مکالمه و انتخاب کنید جواب‌های درست رو. Le malade dit, bimar mige, bonjour monsieur, bonjour monsieur le docteur, bonjour docteur, je n'ai pas faim, gochnam nist, j'ai la grippe, sarma khordam, j'ai de la fièvre, tab daram. Kuduma ro maliz gofte. Hala mige doktor goft, le médecin dit, doktor mige, comment allez-vous? Vous avez mal où? کجاتون درد میکنه؟ C'est la grippe، سرماخوردگیه. پس باید مکالمه رو بخونید و گوش کنید و ببینید که کدوم از اینا رو بیمار گفته و کدوم رو دکتر. Écrivez quatre petits dialogues comme dans l'exemple. مثل تو نمونه 4 تا مکالمه بنویسید. مکالمه کوتاه. De avant deux avant le repas. دو تا قبل از غذا. prenez deux comprimés
Avant le repas, deux temps moussaken, qablaz qaza vardarid. Pardon, j'en prends combien? Bebakhshid, chand ta varmidaram? Vous en prenez deux avant le repas. Inja, chiyo mikhad dobare baatun kar kone? Pronon un, zamir un, ke jaygozine es mishe. چهار تا مکالمه اینطوری باید شما بنویسید بین دو نفر که اسمتون جایگزینش آن میشه، آن جایگزین اسمتون میشه، ببخشید آنو جایگزین اسمتون میکنید. اینجا براتون نمونه داده، میگه که با اینها 3 le soir، 1 au déjeuner، 2 au dîner، 1 le matin، 1 après le repas. Après le repas. با اینا استفاده کنید و مکالمتون رو بسازید. سوار که میشه عصر، فکر کنم اینا رو با هم دیگه کار کردیم. دژنه نهار، دینه شام، متن صبح، après le repas که میشه بعد از غذا. اینا رو من براتون روی تلگرام هم میزنم. اینجا ام مساج، من ببینم چقدر وقت داره ویدیوتون. Francine, je suis malade. Man mariz hastam. Hier soir, diruz shab, yani dishab, j'ai mangé beaucoup de fromage et trop de gâteau. Dishab, man khayli panir khordam va khayli shirini ya kek. J'ai mal au ventre. دل درد دارم. ای الستوما و میگه من دل درد و معده درد دارم. ژه ان پو دو فیبر، من یه کمی تب دارم. ژو سوی شل مدسان، من پیش دکتر هستم. بیزو میشل، بوس میشل. اینجا تو تمرین شماره 6 میگه میشل ای شل مدسان à deux jouer le dialogue. Michel پیش دکتره، دو نفری مکالمه رو بازی کنید. پس باید که الان یکی بشه دکتر، یکی بشه میشل و چه اتفاقی پیش دکتر میفته؟ دیگه میره پیش دکتر رو میگه که من کجام درد میکنه، دیشب چی خوردم و دکتر هم باید یه چیزی براش تجویز کنه. شماره 7 نیمه قصد. Hier, vous avez invité des collègues chez vous. دیروز همکارانتون رو خونتون دعوت کردید. Complétez. کامل کنید. Qu'est-ce que vous avez mangé? چی خوردید؟ Un peu de. Beaucoup de. Trop de viande. بعد اینجا بنویسید. مثلا un peu de fromage. Beaucoup de riz. Trop de viande. Qu'est-ce que vous avez bu? Qu'est-ce que vous avez bu? Chi nushidit? Un peu de thé, beaucoup de café, trop de vin. خب این هم از این تمرین شماره 8 هم بگم. Aujourd'hui vous êtes malade. امروز مریض هستید. Vous écrivez un message à vos collègues. Vous n'allez pas au travail. امروز مریض هستید، یه پیغام برای همکارانتون می نویسید که سر کار نمیرید. بریم ویدیو بعدی و مکالمه بعدی. نه اینجا چیه؟ دکوورت. il faut faire du sport. باید که ورزش کرد. بریم ویدیو بعدی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.